اولین واکنش تلخ مهراب قاسمخانی به بیماری سخت دخترش. بسته دیگه، خوب شو بابا جون. نیروانا قاسمخانی، دختر مهراب قاسمخانی، دچار بیماری نادری شده و پدرش رو سخت دچار نگرانی زیادی کرده. در این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه، اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. مهراب قاسمخانی از نویسندگان سرشناس و پرحاشیه کشورمونه که در تاریخ 16 آذر سال 50 در تهران متولد شد. اون علاوه بر نویسندگی به عنوان طراح دکور هم فعالیت میکنه. تحصیلات مهراب قاسمخانی در رشته نقاشیه که لیسانس و فوق لیسانس داره. مهراب قاسمخانی اصالتاً آذریه و در یه خانواده آذری بزرگ شده. این نویسنده توانای کشورمون یک برادر بزرگتر از خودش به نام پیمان قاسمخانی داره که اون هم در حرفه بازیگری، نویسندگی و کارگردانی فعالیت میکنه. همسر سابق پیمان قاسمخانی بهار رهنما بود که میشه گفت زن برادر سابق مهراب قاسمخانی هم در عرصه بازیگری از چهره های مشهور در کشورمون بوده. شاید جالب باشه که بدونید مهراب قاسمخانی پیش از کنکور دوستش رئیس باغ وحش بشه و حتی کنکور دامپزشکی داد که 3 در اون قبول نشد و در نتیجه به کنکور هنر روی آورد. مهراب قاسمخانی چون نقاشی خوبی داشت، در دانشگاه همیشه معدلش بالای 18-19 بود و در کنکور فوق لیسانس تونست نفر 5-6 بشه. مهراب قاسمخانی به تئاتر علاقه نداره و گفته که در سلیقه من نیست. اون برعکس فیلم‌های خارجی زیاد می‌بینه. مهراب قاسمخانی طرفدار دو آتیشه علیداییه، به طوری که عکس علیدایی رو به دیوار اتاقش چسبونده. مهراب قاسمخانی پرسپولیسیه و ظاهراً پدر و مادرش تیم فوتبال اون رو در بد و تولد مشخص کردن، چرا که به خاطر مهراب شاهرخی نام مهراب رو روی پسرشون گذاشتن، در حالی که خیلی ها فکر میکنن اسم مهراب قاسمخانی از شاهنامه گرفته شده. یکی از خصوصیات مهراب قاسمخانی در زندگی شخصی اینه که اصلاً به دکتر نمیره و اگه سرما بخوره صبر میکنه تا خودش خوب بشه. اون حتی اگه از درد دندون زجر بکشه باز هم به دندانپزشک مراجعه نمیکنه. مهراب قاسمخانی از هنرمندایی که تجربه 2 زندگی مشترک رو داشته که البته هر دوی اونها به طلاق و جدایی ختم شد. مهراب قاسمخانی 23 ساله بود که با دختری به نام مریم گلرو ازدواج کرد و اونها 2 بعد که مهراب 25 ساله بود صاحب دختری به نام نیروانا شدن. زندگی مهراب قاسمخانی با همسر اولش زیاد دووم نداشت و بعد از مدتی دچار حاشیه شد که اونها مجبور شدن با فاصله کوتاهی از ازدواجشون از هم طلاق بگیرن. مهراب قاسمخانی معتقده که ازدواج در سن پایین و تجربه کم زندگی و همسرداری براش در زندگی اول مشکل ایجاد کرد. مهراب قاسمخانی در سال 83 برای بار دوم ازدواج کرد. او این بار یکی از بازیگران طنز کشورمون به نام شقایق دهقان رو به عنوان همسرش برگزید. اونها یک فرزند پسر به نام نویان دارن. این زوج هنری سر سریال پاورچین ساخته ی مهران مدیری با هم آشنا شدن. در این سریال پربیننده مهراب به عنوان طراح دکور و نویسنده حضور داشت و شقایق دهقان هم یکی از نقش‌های اصلی اون بود که شخصیت یاسمن رو بازی کرد. اما این زندگی مشترک مهراب قاسمخانی هم دوام نداشت و اونها از هم طلاق گرفتن. شقایق دهقان همسر دوم مهراب قاسمخانی درباره این جدایی گفته: قطعاً وقتی با گروهی کار میکنید و کسی کنارتونه که دائم در حال نوشتن و نویسندگیه روی شما هم تأثیر میذاره، اما این اواخر ما به مشکل خوردیم. آدم وقتی پیر میشه آستانه تحملش پایین میاد و مهراب قاسمخانی همیشه رئیس بود و مافوق بود و بالاتر و دیگه به جایی رسیده بود که گفتم خدایا اگه بخوام الان شروع به نوشتن کنم
کارم به چالش میکشه و اصلاً ولش کن و نمیخواد. بعد از جدایی مهراب قاسمخانی از شقایق دهقان، یکی از حواشی پیرامون مهراب قاسمخانی به ارتباطش با مارال فرجاد از بازیگران ناماشنای کشورمون برمیگشت، به طوری که خیلی از رسانه ها شایعه ازدواج این دو رو مطرح کردن. مارال فرجاد عکسی رو از خودش منتشر کرده بود که به نظر می رسید با مهراب قاسمخانی در اسپانیا در حال خوشگذرونیه. اما میترا ابراهیمی، همسر برادر مهراب قاسمخانی، هم اون زمان در اسپانیا بوده. البته تا این لحظه مارال فرجاد هیچ توضیحی رو درباره شایعه ازدواجش با مهراب قاسمخانی نداده و نمیشه به این شایعه روی خوش نشون داد. اما اخیراً خبرهایی مبنی بر بیماری نیروانا قاسمخانی، دختر مهراب قاسمخانی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که باعث نگرانی و همدردی کاربران شبکه‌های اجتماعی با این پدر و دختر شده. نیروانا قاسمخانی در صفحه اینستاگرامش نوشت: برای بار چهارم و آخر آب نخاع کشیدم. کم کم باید آماده بشم واسه مرحله بعدی. هر سری دردناکتر و ترسناکتر از سری قبل بود. فشار مغز. درگیر شدن جدی دختر مهراب قاسمخانی با بیماری با واکنش‌های زیادی همراه بود. فشار بالای مغز یکی از عوارض مغزیه که به واسطه اون فرد مبتلا در سر احساس فشار می‌کنه، زیرا میزان جریان خون و آب در این ناحیه افزایش پیدا کرده. مهراب قاسمخانی چند ساعت پیش پستی رو برای تولد نیروانا منتشر کرد و نوشت: واقعاً 26 سالت شد؟ کی؟ مگه 26 ساله ها دیگه آدم بزرگ نیستن؟ پس چرا تو طول سگ هنوز برای من 6 سالته؟ تولدت مبارک جوجه بابا. پی نوشت: اول هر چقدر میخوای تنبل باش، شلخته باش، دست به سیاه و سفید نزن، فقط دیگه بیمارستان نرو جون هر کی دوست داری. دوم، در ضمن آدم وقتی تا شب تولدش توی بیمارستانه و بقیه رو سکته میده، نیششو میبنده پر رو. نیروانا قاسمخانی، دختر مهراب قاسمخانی، از همسر اولشه که در تاریخ سوم مرداد سال 75 در تهران به دنیا اومد. رشته تحصیلی دختر مهراب قاسمخانی گرافیک بود و اون به دنبال رشته کارگردانی در دانشگاه بود. فامیل و نزدیکان خانواده مهراب قاسمخانی نیروانا رو یک دختر آروم و ساده و بسیار مهربان میدونن که در عین حال درونگرا و بسیار شکننده و خودداره. نویان قاسمخانی نام پسر مهراب قاسمخانی و شقایق دهقانه که در تاریخ 24 دی سال 86 در تهران به دنیا اومد. از زندگی شخصی نویان قاسمخانی اطلاعات زیادی در دسترس نیست، اما ظاهراً بعد از جدایی شقایق دهقان و مهراب قاسمخانی اون با مادرش زندگی میکنه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.